یوگا به عنوان ورزش معرفی میشه یه بخشی در یوگا هست به نام آسانا یوگا که وضعیت بدنیه خیلی جالبه به این توجه بکنید که خود مربیان یوگا نمیگن این ورزش یا تمرینات بدنی است که آسانا نامیده میشه بلکه میگن وضعیت بدنیه علتش هم اینه که وقتی کسی میخواد آساناها ها رو انجام بده معمولا حالت ثابت و بدون تحرکه وضعیت هایی که در اون شخص به شکل ویژه می ایسته، یا می نشینه، یا به فرم خاصی در میاد حالا حرکات گوناگون یا وضعیت گوناگونی دارن که در هر کدوم شکل بدن تغییرات خاصی رو پیدا میکنه و نکته مهمتر از همه اینه که تو اون وضعیت فرد برای مدتی باید ثابت بمونه شاید این خیلی عجیب به نظر نرسه چون در مراحل ابتدایی یوگا افراد برای چند دقیقه، سه چهار دقیقه، پنج دقیقه، ده دقیقه، یک رو توی اون وضعیت باقی میمونن ولی وقتی که پیش میرن آرام آرام از اونا خواسته میشه که ساعتهای متمادی رو در اون وضعیتهای آسانا باقی بمونن اینجا چند تا مسئله به وجود میاد یکی این که از حالت ورزش بودن دیگه کامل خارج میشه شاید اگر ما 4 5 دقیقه در یه حالتی باقی بمونیم بگیم تا حدودی داره بدن ما کشیده میشه و یه حرکتی پیدا میکنه ولی وقتی بیش از این میشه دیگه ورزش نیست و نکته دوم این که وقتی برای مدت طولانی ما در یه وضعیت خاصی که تا حدودی هم نامتعارفه و بدن ما برای اون حالتها ساخته نشده مثلا کسی که پاشو میاره پشت سرش قرار میده یا سرشو از پشت خونه و بین دو پاش میگذاره و یا های مشابه این آرام آرام آسیب هایی وارد میشه که مقالات متعددی در حوزه علوم پزشکی در این رابطه نوشته شده و برای اطلاع بیشتر شما میتونید به سایت کانون آسیب شناسی یوگا مراجعه بکنید و ترجمه این مقالات رو و من منابع اصلیشون رو ملاحظه بفرمایید